بریگ جنرال عبدالعزیز عاصم معاون ریاست عمومی امور سیاسی اردو در جلسه فعالین آمریت سیاسی استر درستیز مورخ اول میزان 1367. رفقای محترم، نخواست تمام نکاتی را که به مثابه نظریات برحق صفوف حزب محبوب ما در گزارش اساسی انعکاس یافت و قرائت گردید عامتان تأیید و پشتیبانی می نمایم. با صفای نیت انقلابی به شما فعالین رزمنده و شرافتمند که این همه نظریات را صادقانه و شجاعانه ابراز کرده اید، سر تعظیم انقلابیم را که به هیچ فرعون منش خم نشده است خم می نمایم. به هر حال من به حیث سپاهی 24 نمی امرا در این راه صرف کرده، بهترین دوران جوانی و نوجوانی خود را نثار امر حزب و انقلاب نهضت مترقی وطن محبوبم نموده ام و بهترین جوانان فامیلم را در راه انقلاب از دست داده ام و در 37 فعالیت محاربوی در صف اول محاربه در برابر دشمنان آشتی ناپذیر خلق خود اشتراک داشته، در اثر با وجود آمدن وضع فعلی که ضد انقلاب جنگ در ولسوالی ها را به پایان رسانیده و حرف بالای شهر کابل و چند ولایت بزرگ است و به اصطلاح مردم ما کارد به گلو رسیده ان، نظریاتم را به حکم وجدان انقلابی ام با احساس مسئولیت در قبال حزب، مردم و انقلاب به قرار آتی ارائه می دارم. الف، در مورد مشه مصالحه ملی. در این مورد بهتر است به آثار منتخب لینین مراجعه کنیم و بعدم روی مصالحه مرور نماییم تا از مسیر اصلی انحراف نکرده باشیم. لینین در مقاله اش تحت عنوان سازش ها چنین فرموده است: حالا چرخش شدید و بی سابقه و عجیب در انقلاب روس روی می دهد که به عنوان حزب می توانیم سازش داوطلبانه، البته نه با برجوازی که دشمن مستقیم و عمده طبقاتی ماست، بلکه به نزدیکترین مخالفان خود با احزاب عمده خورده برجوازی و دموکراتیک با اسعارها و منشویک ها پیشنهاد کنیم. همه حکومت به دست شوراها و دولت مرکب باشد از اسعارها و منشویک ها که در برابر شوراها مسئول و جوابگو باشند. این دستور لینین در مرحله نوین و تکاملی انقلاب ثور به منظور عبور از مراحل دشوار انقلاب که پیش رو داشتیم دقیقا پیاده گردید. به ویژه در سال 1364 در پیمان 16 کمیته مرکزی حزب و در تیزس های دعگانه رفیق محترم ببرک کارمل به صورت بسیار دقیق و علمی فرمول بندی شده و من در حوت سال 1364 رساله توضیحی بر آن نگاشتم که به تیراژ 5000 جلد طبع شده و به حرف آن ایمان دارم. بر طبق این تیزس ها مقامات رهبری حاکمیت یعنی شورای انقلابی، شورای وزیران، شورای مرکزی جبهه ملی و سرد یفته شخصیت های ملی و اجتماعی در رهبری این مقامات انتخاب و تعیین شده که میتوان آن را یک مصالحه و سازش به گفته لینین با نزدیکترین مخالفین از بخش خرده برجوزی، برجوزی متوسط نامید، نه برجوزی بزرگ وابسته به امپریالیسم و نماینده های فیودالیسم که دشمن طبقاتی و تاریخی ما اند. ولی بعد از پلنوم 18 کمیته مرکزی حزب مش مصالحه ملی به صورت درهای باز اعلام گردید. این مصالحه هیچ حدود و مرز را نمی شناسد، یعنی مصالحه با هر کس، هر حزب، با هر چیز و در هر کجا. این چنین مصالحه با ایدئولوژی و اصول مارکسیسم لینینیسم هیچ وفق ندارد. در این طرح مرز طبقاتی از میان برداشته شده و سمت حرکت ما قطعا معلوم نیست. حتی خود نیز نمی توانند بفهمند که سرانجام این مصالحه به کجا منتهی خواهند شد. مرز میان انقلاب و ضد انقلاب کاملا از میان برداشته شده است. حتی بعد از 10 سال انقلاب در قانون اساسی جرأت آن نشده تا
تا نامی از انقلاب در آن ذکر گردد. بناهم به حکم رسالت حزبیتم و متکی به دستور لینین که در بالا ذکر شد، با چنین مصالحه‌ای که انجام آن به کلی تاریک بوده و حتی احتمال قوی منجر شدن آن به سقوط انقلاب و کشتار جمعی 220 هزار اعضای حزب و نابودی نیروهای انقلاب که با فامیله هایشان 2 میلیون نفر تشکیل می دهد، می گردد موافق نیستم. البته برای طرح مصالحه لینی که مرز طبقاتی در آن معلوم و سمت حرکت ما به سوی پیروزی انقلاب ملی دموکراتیک روشن باشد و به گفته لینین با مخالفان نزدیک یعنی آشتی پذیر موافقت عام تام داشته تا سرحد پیروزی کامل علیه ضد انقلاب وحشی می رزمم. ب. دستاوردهای مصالحه ملی طی 2.5 سال عبارت ام از 1. متلاشی شدن وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بی‌محتوا شدن جلسات حزبی. 2. از میان رفتن روحی رزمی اعضای حزب و قوای مسلح، زیرا مبارزه هدفمند 8 ساله بین نیروهای انقلاب و ضد انقلاب را جنگ بی‌مفهوم اعلام نمودند. رفقایی که جانهای شیرینشان را از دست دادن یک امر بی‌مفهوم بوده و اصلا حق گرفتن شهادت را متکی با این اعلام نمیتوان داشت. 3. احیای مجدد روحیه مرده ضد انقلاب که از جنگ خسته شده و به ناکامیشان معتقد گردیده بودند، حتی در سالهای 1363-1364 سلاح‌های خود را در بازار پشاور و تریمنگل سودا کرده، با دادن رشوت تصدیق مصرف آن را از قماندانان گرفته به پاکستان می‌رفتند و ایرانی بیشتر گروپ گروپ به حاکمیت انقلابی تسلیم می‌شدند و یا پروتکل همکاری سری را عقد می‌کردند. ولی اکنون عکس آن بوده، آمادگی‌ها دوباره رفتند و همه آنان شب روز گرفتن کابل را دقیقه شماری می‌نمایند. 4. ازدیاد فرار از قوای مسلح و حتی تسلیمی جمعی قطعات به دشمن، امثال ولایات وردک، کندز، تخار، بامیان، قماندانی سارنده بگرام و غیره و غیره. 5. دوباره پیوستن گروپ های مسلح تسلیم شده قبلی به انقلاب با دشمن و ضد انقلاب که مثال نزدیک آن در این روزها پیوستن ملنگ در دیسبز با 700 نفر، عبدالصمد سنگی با تمام قوایش از میربچه کوت، حکیم از قندهار، تیمری از هیرات و غند قومی از اندراب با بانهای گلبدین و جمعیت می باشد. 6. مسدود شدن راه های ولایت با ولسوالی ها و شهرهای کابل، کندهار، کابل، گردیز، کابل، هیرات. مدتی است که راه کابل با ولایت شمال نیز در میربچه کوت و شکردره مسدود است و یا امنیت و مسئولیت آن از بین رفته است. 7. سقوط اکثریت ولسوالی هایی که الا سال 1364 فعال شده بودند و همچنان سقوط ولایت وردک، کندز، تخار، بامیان و شهادت صدها تن اعضای حزب و وطن پرستان، هکذا از میان رفتن تعمیرات دولتی، دکانها، خانه های مردم، بانک ها، مال دارایی دولت مردم که صرفا در کندز به قیمت 195 میلیون روبل مواد و اجناس تجارت نظامی تلف و یا غارت گردید. 8. از 9000 قریه‌ای که الا سال 1364 آزاد شده و انتخابات ارگانهای محلی در آن انجام شده بود، باور ندارم که 1000 قریه آن آزاد باقی مانده باشد. 9. تلفات سرسام آور و دلخراش نیروهای انقلاب از سرباز گرفته الا تورن جنرال که در 7 سال قبل از مصالحه نظیر نداشته است. 10. تلفات بی سابقه وسایط و مهمات محاربوی از تانک و توپ گرفته الا تیارات محاربوی مسافر بردار با شهادت پیلوتان و تخنیکران جوان، همچنان موترها و رادجات باربری. تنها در 6 ماه گذشته 300 واسطه بزرگ دولتی در شهرهای کابل حیرتان با تمام محمولات آن حریق و یا چور و چپاول شده است. این بود شمه از دستاوردهای مصالحه ملی. در مورد اجرای معاهدات ژنو،
این موضوع دیگر در اظهار نظر رفقا کاملا آشکار است، کدام دستاوردی ندارد تا با آن دل خوش داشت. در مورد زندگی درون حزبی، اهم از سیاست کادری و چگونگی وحدت باید عرض نمایم که سیاست کادری در حزب بنابر ملاحظات جناحی، لسانی، قومی، قبیلوی، سمتی، رفاقتهای شخصی، ارتباطات فامیلی، محافل شب نشینی و استفاده جویی های مادی از طرف رهبری حزب، یعنی اعضای محترم بیرون سیاسی و در انشای حزب و اشخاص بیکفایت، فاسد که در ارتباط با آنها بالا کشیده شده اند و در پست‌های حساس حزبی دولتی در وجود گروه‌ها و تیم‌ها جابجا شده اند استوار است. در این سیاست نرم‌های لینیه که اصل اهلیت شایستگی، تقوای سیاسی، اخلاقی، دانش و تجربه انقلابی و مسلکی، داشتن ایمان راستین به حزبیت انقلاب خلق و وطن، داشتن اتوریته و محبوبیت میان اعضای حزب و مردم، قابلیت و کفایت، پیگیری و ابتکار در کار می باشد، اصلا و قطعا راه نیافته است. در مورد وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، وضع موجود نسبت به هر وقت دیگر حکم می کند تا تمام اعضای حزب با حکم شرف و وجدان انقلابی و حزبی با یک دیگر قلبا نزدیک شده کاری کنند و حرفهای بزنند که خاطر رنجی های سابقه را صیقل نموده زمینه ایجاد وحدت عامتان آماده گردد. زیرا بدون وحدت ما نمی توانیم زنده و باقی بمانیم، ولی من در رهبری حزب چیزی به نام وحدت نظر و وحدت عمل از مقام رهبری نمی بینم. با جرأت می توان گفت که خرابی از سربند بوده و تا با این تاثیر خود را وارد کرده است. لذا من بنابر احساس مسئولیت در برابر وطن، مردم، تاریخ، انقلاب و حزب محبوبم که همیشه رنج آن را کشیده ام، پیشنهاداتم را با عقل سلیم و بدون ذهنی گرایی با قرار آتی تقدیم می دارم. اول، همه اعضای حزب شاهدند که دو بار وحدت از بالا به صورت میخانیکی به وجود آمد، ولی از این که با شرکت فعال صفوف حزب از طریق ایجاد یک جنبش درون حزبی این پروسه طی نگردید، بنابراین نتوانست وحدت ایجاد شده با وحدت عامتان و طبیعی تکامل کند. لذا به نظر من باید مسئله وحدت حزب مورد شور و بحث آزاد اعضای حزب قرار گیرد، سپس یک جلسه سرباز در وجود تمام اعضای کمیته مرکزی به شمول رفیق محترم ببرک کارمل و رفقایی که از سطوح بالا و متوسط حزب بیکار شده و در خانه اند، با شرکت کادرهای سابقه‌دار حزب، نه انسانهای چاپلوس خوش خدمت و نو به دوران رسیده و بی تفاوت دایر و برای هر یک حق داده شود تا نظر خود را در فضای کاملا آزاد و دموکراتیک در مورد سرنوشت حزب و انقلاب و مصالحه ملی ارائه نموده، ولو چند روز را در بر بگیرد و در نهایت تصمیم نهایی با اتفاق آرا و اکثریت دو ثلث آرا اتخاذ گردد. در هر حال اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با شور هیجان پایان ناپذیر انقلابی یک دیگر را در آغوش گرفته و همه با هم یک صدا در میان مردم رفته و با غریو از انقلاب دفاع میکنیم. خلق وطن را در دفاع مجدانه از انقلاب و وطن بسیج سازند. دوم، مرا عقیده بر این است که جامعه افغانی نظر به ویژگی های خود یک جامعه سنتی مشر و کشر است. با این که رفیق نجیب نسبت به سایر اعضای بیرون سیاسی موجود برتری کامل خود را دارد، ولی تجربه دو نیم سال ثابت نمود که همگی به دور وی جمع نشدند. حتی همان تیم پلنوم 18 حزب که او را به حیث منشی عمومی حزب پیش نمودند، بعدم از همکاری دست کشیدند و اکنون مرغ فکر اعضای آن هوای دام و دانه دیگر دارد. بناهن به عقیده من باید رفیق محترم ببرک کارمل که شخص فعال، صحتمند و تندرست بوده
به دلایل فراوانی که دارم به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در همان جلسه های پلنوم انتخاب گردد. پیشنهاد سوم، آنچه که خواست جدی همه اعضای حزب بوده عبارت از تدویر کنگره دوم حزب است. پیشنهاد چهارم، تورن جنرال ذبیح الله زیارمل که از نظر حزبی دارای سابقه ننگین است و صرفاً 5 سال در اردو ضابط بوده و در مکتب مستعجل به سرقت سابون گرفتار شد و 1 سال از ترفیع ماند و در شروع جمهوری داوود در وزارت داخله به رشوت متهم شد و در شروع انقلاب علیه وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار گرفت و متبقی زندگی اش را در سوداگری و تکسی چلانی گذاشتانده و به سود سردار ولی و مجلیه ها مصروف تخریب رهبران و کادرهای شرافتمند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده است و اکنون استفاده جویی های وی از 100 و اینکه سیستم منظم سیاسی را در اردو از عقب خنجر زده است از سوی دیگر به همگان روشن است. هرچی زودتر از این پست برطرف و امتیازات غصب شده از نزدش گرفته شود. زنده باد حزب محبوب ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان. تشکر.